الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز و آرزوی سعادت و خوشبختی، سلامتی و تندرستی برای همه شما عزیزان. برنامه فقه زندگی هست و سوالهای شما عزیزان که از در طول وقت همیشه سوالاتون میاد و ما رو با فرستادن سوالهای خودتون هم خوشحال میکنید و هم شارژ میکنید. و اما من عادتا از سوالهایی رو که چند لحظه پیش رسیدن شروع میکنم. میرم سراغ اولین سوال، به خاطر اینکه دقایقی از وقت برنامه هم گذشته، 10 دقیقه تقریبا با تأخیر شروع کردیم. سوال اولی که هست، بیننده عزیز گفتن سلام، امید که صحتمند باشید، متشکرم. و اما سوالشون اینه، میگه من طالب علم هستم، میخواستم ببینم چگونه وقتم رو تنظیم کنم که از وقتم بیشتر استفاده کنم. ببینید، تنظیم وقت و استفاده کردن از وقتی که از مسائل بسیار مهمیه. امکان نداره کسی موفق بشه بدون اینکه التزام داشته باشه به یک برنامه مشخصی، و دین هم ما رو تربیت میکنه بر این التزام یافتن، یعنی خودتو ملزم کنی به اینکه سر تایم مشخصی کارهایی رو انجام بدی و وقتت رو به هدر ندی. و از اون چیزی که دین ما رو برش دعوت کرده، ما 5 فرض در 5 وقت دقیق نماز میخونیم. این 5 فرض اگر انسان واقعا بخواد که یاد بگیره و تربیت بشه بر این موضوع، این هست که دقیقا این 5 وقت رو سر وقتش نماز تو بخون، که عادت کنی نفس تو، وجود تو، یعنی روان انسان عادت میکنه، خو میگیره به این که کاری رو باید همیشه سر وقت انجام بدی. منتظرش هستی که وقتش برسه، منتظری که اذان گفته بشه. اذان گفته شد، خب از کار اذان رو میخونی، بعد نماز رو میخونی در یک تایم مشخصی. ولذا یکی از مهمترین قضایای التزام یافتن به چیزیه که خودت برنامه براش میریزی. وگرنه اگر شما 100 تا برنامه برات ریخته بشه، کارشناسای مختلف بیان به تو برنامه بدن، بگن این کار بکن، اون کار بکن، مادامی که التزام پیدا نکنی به این، امکان نداره. یکی از رمزهای نجاح و موفقیت التزام به اون قرارها و اون تصمیمهایی است که خودت میگیری، یا برنامه‌ای است که خودت یا دیگران از کارشناسی، از صاحب نظری برات میذاره اون برنامه رو. این کار اولت هست، باید حتما خودتو عادت بدی به این. موضوع دومی که وجود داره اینه که اولویت هات رو تنظیم کنی. ببینید، کار خیلی زیاده، مشغولیت ها خیلی زیادن، بخشی ها واجبن، بخشی ها فرضن، بخشی از اونها ضرورته، بخش دیگری نه ترفیه، سرگرمیه، بخش دیگری امکان داره اصلا هیچ فایده ای درش نباشه و بیهوده هم باشه. و کارهایی هم هست و چیزهایی هم هست که نه تنها بیهوده هست، بیفایده هست، بلکه مضر رو بسیار جزو مفسدات وقت تو هست، یا جزو مفسدات جسمت، جانت، روحت و قلبت هست. پس باید حتما اولویت ها رو بشناسی. اولویت بین کارها، حالا کارهایی که بعده که دیگه اون رو باید از دور خارج کنی، حذف کنی کارهای بیهوده رو، و کارهایی که بهت ضرر میرسونه میام سراغ کارهایی که برات فایده دارن، مفیدن، کارهای خوبی هن. ولی اولویت کجا هست؟ یعنی کدوم رو اول انجام میدی، کدوم رو بعد انجام میدی؟ باید حتما کارهات رو تنظیم کنی و طبق اولویت ها بهش بپردازی. موضوع بعدی که وجود داره و تشخیص این که اولویت کدومه، این دیگه برمیگرده به خودت. باید هر کسی اولویت هایش متفاوت با دیگری هست. و اما کار دیگه ای که وجود داره، یا موضوع دیگری که باید در نظر بگیری در برنامه ریزی برای وقتت، این هست که باید حتما کارهایی رو که سختن اول انجام بدی. وقتی که کارهای سخت رو تموم کردی، نشاط و انرژی تو برای انجام دادن کارهای آسونتر خیلی راحتتره و خیلی راحتتر میتونی، مخصوصا این که تو نشاط و انرژی و قوتت رو گذاشتی برای اون کاری که سخته. هر وقتی که فرار کردی از یک کار سخت، فرار کردی رفتی سراغ آسان ها،
بدون که خیلی زیادی رو از دست میدید، بدون که فرصت‌های زیادی رو از دست میدید. لذا در برنامه ریزیت هم اول شما مثلا بهت میگه بیا حالا آیا درس بخونم یا مثلا فرض کن یه کار دیگه ای که خیلی خوشتر و راحتتر انجام بدم. خب مسلم اون درس رو بخونی بهتره. حالا غیر از اینکه استراحت ها کجا واقع بشه در زمان خستگی و اینا، این رو هم باید بدونید که اول کارهای سختتون رو انجام بدید. موضوع بعدی که لازمه خیلی به اون توجه کنید در برنامه ریزی برای وقتتون و کل زندگیتون. من یکی اولین چیزی که بهش تاکید کردم التزام بود، التزام به برنامه هایی که برای خودتون میذارید. عمرتون انسان ملتزمی باشید. موضوعی که بعد از اون شاید مهمتره غیر از اولویت، سومین این هست که از تصفیف کردن، به عربی بهش میگن تصفیف، از سهلنگاری و کار امروز رو به فردا انداختن جدن پرهیز کنید. تمام انسان هایی که ناموفقن، یکی از ویژگی های اساسشون اینه که کار این امروز رو میندازن فردا. این لحظه قرار کاری انجام بده، میگه یک ساعت دیگه، یک ساعت دیگه، میگه دو روز دیگه، سه روز دیگه، چهار روز، و همینطوری تأخیر میندازه. این کار افتاد فردا، کار دیگه هم میاد دوباره فردا. وقتی که فردا شروع میخواد بکنه به یک کاری، میبینه 10 تا کار داره به جای یکی. خیلی از آدم ها رو من میشناسم که شاید 10 سال تصمیم داره که یک کاری رو انجام بده و هیچ دلیلی نداره تأخیرش بجز سهلنگاری و کار امروز رو به فردا انداختن. در این 10 سال که کارهایی رو که قرار بوده انجام بده و انجام نداده، شرایطش و وضعیتش همون بوده و هیچ مانعی هم وجود نداشته جز تأخیر انداختن. اون کسی که کار امروزش رو میندازه فردا و تصویف میکنه، انسان ناموفقیه. و به هر معیاری حسابش میکنی، شاید شما ظاهر کسی رو ببینید بگید انسان موفقیه، ولی وقتی که نگاه میکنی به برنامه زندگیش که 10 سال برنامه ریزی میکنه، میگه ورزش میکنم، 10 سال برنامه ریزی میکنه، میگه رژیم میگیرم، 10 سال برنامه ریزی میکنه، میگه من قرار برم مثلا فلان مهارت رو یاد بگیرم، فلان چیز رو یاد بگیرم، 10 سال میشینه شروع برنامه رو کاغذم مینویسه که این از امروز به بعد هر روز من برنامه گذاشتم روزی 1 صفحه قرآن بخونم مثلا، یا 1 آیه از قرآن رو حفظ کنم. 10 سال گذشت، اگر از همون 10 سال پیش روزی 1 آیه رو حفظ میکرد، الان کل قرآن رو حفظ بود. اگر روزی 1 حدیث رو حفظ میکرد، الان 1 عالم حدیث حفظ بود. اگر هر روزی فقط 1 بیت شعر از حکمت ها و اندرزه های حکیمان و فیلسوفان رو حفظ میکرد، حالا تبدیل شده بود یه انسان حکیمی برای خودش. ما به خاطر تصفیف کردنمون خیلی از فرصت ها رو از دست دادیم. حالا بعضی فرصت های بزرگ، بعضی هم فرصت های کوچیک رو از دست دادن. پس یکی از بدترین کارها که مانع میشه که شما از وقتتون به درستی استفاده کنید و وقتتون رو ضایع میکنه، عمرتون رو به هدر میده، همین تصفیف کردن. شما از کار درشت بگیر تا کار ریز، از کارهای کوچیکتون بگی تا کارهای بزرگتون، بلای جان همه ما این هست که مبتلا میشیم به سهلنگاری و انداختن کار به فردا. امروز و فردا و پس فردا، کار خودتون، کار خانوادتون، کار بچه هاتون، کار خلاصه همه کار. میبینی همین تصفیف کردن شما تأثیر داره روی تحصیل بچه هاتون، تأثیر داره روی پیشرفت خودتون، تأثیر داره روی مشکلات خانوادتون. یه مشکلاتی بین خودتون و بچه هاتون و همسرتون پیش میاد، حالا فردا حلش میکنم، پس فردا حلش میکنم، همینطوری میره تراکم مجموعی از بدی ها در بین شما ها اتفاق میفته که اون وقت تبدیل میشه به یه موضوعی که انفجار ایجاد میکنه در روابطتون و کل زندگیتون رو تخریب خواهد کرد. و میبینی عمری ازت گذشت، به سن کهولت و پیری و میانسالی و کهولت و پیری میری و هنوز هم داری تصفیف میکنی، میگی فردا شروع میکنم به اون کاری که قرار بوده شروع کنی، ولی هنوز هم شروع نکردی. موضوع بعدی دیگری که هست اینه که به شدت اجتناب کنید از چیزهایی که شما رو
دچار ضرر و زیان میکنه، عادتهای بد، هر چیزی که بده ازش دوری کنید. عادتهای بد ویرانگر هست. موضوع چهارم شما باید این باشه که از عادتهای بد بپرهیزید. عادت بد فرق نمیکنه در خورد و خوراکتون باشه، در خوابتون باشه، در بقیه مسائل زندگیتون، هر عادت بدی مادامی که بهش خو گرفتید شخصیتتون رو شکل میده. میگن بزرگان میگن شخصیت هر کسی ابتدا از یک فکر کوچک و یک جرقه در فکر تو شروع میشه. این فکر رو تبدیل میکنی به فعل. اول فکر، بعد تبدیلش میکنی به فعلی. این فعل رو یک بار، دو بار، سه بار، ده بار، 20 بار انجام میدی، تبدیل میشه به عادت برای شما. و وقتی تبدیل شد به عادت برای شما، اگر در وجود هر شخصی 10 تا عادت وجود داشته باشه، از این میان فرض کنیم 3 یا 4 تاش از عادت‌های بسیار بد باشه، شخصیتش رو از بین خواهد برد، تبدیل میشه به یه شخص بد. ولی اگر به تعداد عادت‌های خوبتون شما موفقید، به تعداد عادت‌های بدتون شما ناموفقید. حالا فرق نمی‌کنه یا در جسمتون تأثیر می‌ذاره، یا در روابطتون تأثیر میذاره، یا در تحصیل و علم و دانشتون، یا در دیانتتون تأثیر داره، یا در شخصیتتون به عنوان یک شخص خوب میبینید. هست کسی خودش رو عادت میده به ترسویی، یکی دیگه خودش رو عادت میده به بخیلی، یکی خودش رو عادت میده به تأخیر انداختن کارها. ببینید شما نماز میخونید، نماز عادت میدی خودتو همیشه دیر برسی به نمازات، همیشه دیر میری مسجد، همیشه آخر نفری، و این تبدیل شده به عادت برات. و هر کسی، ببینید هر کسی آخر رسید در زندگیش هم آخره. در یه حدیثی اومده لا یزال الناس یؤخرونها حتی یؤخرهم الله، مردمانی هستن همیشه نمازاشون رو تأخیر میندازن تا خدا اونا رو تأخیر میندازه در موفقیت‌هاشون، در کارهای زندگیشون، در امورات دیگه‌شون. پس این موارد رو رعایت کنید، به اضافه اینکه وقتتون رو نسبت به کارهای ثابتتون تنظیم کنید. وقت خوابتون معین باشه، وقت خوراکتون معین باشه، وقت ورزشتون معین باشه. اینایی که ثابتن، همیشگی‌اند، همیشه هستن، چیز جدیدی نیست. شما هر روز باید بخوابی، هر شب ساعتی باید بخوابی، هر روز یه کارهایی رو باید انجام بدی، هر روز اگه میخوای سالم باشی ورزش باید بکنی، هر روز صفحاتی از قرآن رو بخونی. اینا وقتشون مشخص کنید، برای همیشه بشم ملتزم بشید. اولین حرفم التزام بود. وقتی میگی میای روی کاغذ مینویسی من از فردا ساعت مثلا 10-11 شب میخوابم، مادامی که نوشتی پس بهش ملتزم بشو. اگه 100 بارم بنویسی، با آب طلا هم بنویسی، ولی ملتزم نباشی به اینها، نتیجه نخواهی گرفت. امیدوارم که این مقدار کافی بوده باشه. برم سراغ سوال بیننده عزیز دیگری. بیننده گفت سلام استاد، وقتتون بخیر. حدیث پیامبر علیه السلام هست که زنی که نمازهای پنجگانه رو بخواند، روزه رمضان رو بگیرد، از شوهرش اطاعت کند، 8 در بهشت برایش باز می شود. حالا اگر کسی شوهر نداشته باشد، یا شوهر آدم بیدین باشد و ازش اطاعت نکند، ولی بقیه چیزها مثل نماز و روزه عفت و عفت داشته باشد، باز هم 8 در بهشت برایش باز می شود. ببینید حق همسرتون حقیه که باید حتما به جا بیارید. همسر شما اولا اگر مسلمان نباشه شما نباید ازدواج کنید. باش زن مسلمان با مرد غیر مسلمان یا برعکس نکاحشون باطل. اما اگر منظور اینه که سست در امور دینی، گاهی نماز میخونه گاهی نمیخونه، روزه میگیره نمیگیره و پایبند نیست خیلی زیاد، مسلمان هست، مادامی که شما همسر ایشون هستی باید حقش رو به جا بیاری. باید در اون چیزی که امور زندگی شما هست و حق ایشون هست درش اطاعت کنید. اطاعت به معروف هست، هیچ وقت اطاعت به غیر معروف نیست. یعنی چی؟ یعنی به اون چیزهایی که خوبن اطاعت میکنید، اون چیزهایی که معروف هستن، خداوند جایز دانسته است، درش اطاعت میکنید. اما اگه ایشون خواست، شما خواست که مثلا نماز نخون، ازتون خواست که حج نرو، ازتون خواست روزه نگیر، ازتون خواست فساد بکن، ازتون خواست کارهای بد انجام بده، ازت خواست با خانوادت قطع رابطه کن، اینها اطاعت درش نیست، چون معصیته.
لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اطاعت نمی کنی از هیچ مخلوقی که اون امر امریست که درش معصیت خالق هست. ولی مادامی که شما زن شوهر هستید باید اطاعت کنید از شوهرت در اموری که مرتبطه به روابط زنای شوریتون هست، مرتبطه به امور اداره خونتون هست. اینها مسائلیه که اون شخص دیندار باشه یا بیدین باید ازش اطاعت کنید، نمیشه اون رو زیر پا بذارید. این یک مسئله. مسئله دومی که سوال اول شما بود این بود که خب اگه کسی اگه زنی شوهر نداشته باشه، یا حالا بخش دوم رو توضیح دادم، فرض کنید کسی خانمی شوهر نداره، خدا اون که آگاه از دل این انسان، این انسان دو تا از این شرایط رو به وجود، نمازاش رو خونده، روزهاش رو گرفته، عفت و پاکدامنیش رو حفظ کرده، این یک بخش مهمه. ولی یک بخش دیگه میمونه. این حدیث به اون معنی نیست که مطلق شما اگه هر کار دیگه ای غیر از این ستا هر کار دیگه ای بکنی بازم میری بهشت. نه، اگر شب و روز نماز بخونی، اگه شب و روز روزه بگیری، اگر مطیع شوهرت هم باشی ولی همسایه‌تو اذیت کنی، به دیگری تهمت بزنی، غیبت کنی، نمیمت بگی، فحش رو فحش بدی به دیگران و دیگران رو مذمت کنی، داخل بهش نمیشی. نماز و روزه و حج و زکاتتون کفاره غیبتتون نخواهد بود. غیبت حق الناس، لذا باید حتما از غیبت توبه کنی. از تهمت زدن، تهمت زدن حق دیگرانه، از اینها باید توبه کنید و دیگه ادامه ندید. به اضافه این، در این حدیث خداوند پیامبر علیه السلام میخواد به ما بگه که حق شوهر بزرگ هست و مهم هست. شما اگر این حق رو رعایت کنید، یک شرط از شروط دخول بهشتتون رو فراهم کردید. ولی همه شرط ها همین نیست. میرم سراغ سوال بیننده عزیز دیگری. سلام استاد محترم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک سوال به خدمت شما داشتم استاد محترم. یک شخصی که خواهرش شیعه شده و خود از اینا فامیلشون اهل سنت هستند و او یک خواهرشون شیعه خالی شده، حالا یک مسئله موروثی دارن، دعوا دارن، باید به از خواهر اهل سنت خواسته شده که برای خواهر شیعه وکالت وکیل شود، به خاطر پیشبرد دعوا باید وکیل شود و این خواهر اهل سنت قبول نمی کنه این وکالت، به خاطر که عقیده خود خواهرش تبدیل کرده به شیعه شده، این قبول نمی کنه که وکیل شود. این از دی خاطر این مسئله شد دعوا ماندن. آیا این خواهر، خواهر اهل سنت کار درست میکنن یا غلط میکنن؟ اگر لطف کنید بر ما یک روشنی بخشید خوش بشید. خداوند. اما بحث وکالت، شما میتونید حتی وکیل بشید از کسی که کافره، کسی که ملحده. این یک موضوع دیگریه. ببینید، حقوق بین مردم، حقوقی که بین مردم هست ربطی به دیانتشون نداره از جهت حقوق. اما بخش اول صحبتتون در مورد این که خواهری که دینش رو تغییر داده، از دین اهل سنت رفته دین اهل تشیع، اگر به ام المؤمنین عایشه تهمت ناروا بزند، اگر قرآن رو تحریف شده بداند، اگر ائمه رو ردیف خدا بداند، این مشتک است و در نتیجه محروم از ارث می شود. اما میتونید وکیلش بشید. ببینید، کسی که دینش رو عوض کنه دیگه ارث از هم دیگه نمیبرن. وقتی که دو نفر از دو دین مختلفن فرقی نمیکنه. اگه این خواهری که سنیه بشه مسیحی مثلا، ارث نمیبره. اگر اون کسی که فرق نمیکنه، خواهری که مسلمانه فوت میکنه یا خواهری که مسیحی فوت میکنه، خواهر مسلمانش ازش ارث نمیبره، چون اختلاف دین دارن. اختلاف دین مانع از ارث بردن است. ایشون اگه شیعه شده باشه، فقط بس این که مثلا نمازشو مثل شیعه بخونه یا بعضی از خرافات ها رو داشته باشه، باز هم مسلمان هست و ارث به میبره و در نتیجه میتونه خواهرش هم وکیلش بشه و هیچ اشکالی هم نداره.
اما اینکه بگی اگه وکیل نشه گناه کرده، نه گناهی نداره، چون بحث وکالت گرفتن یه امر اختیاریه، یعنی شرع اجبار نکرده، واجب نکرده یا فرض نکرده بر این خواهر که حتما وکالت اون یکی رو بپذیره، فرض نیست برش. ولی خب اگه وکالت رو بپذیره اجر داره. مخصوصا عرض کردم اگر ایشون شیعه شدنش به این باشه که مثل شیعه ها نماز میخونه یا مثل شیعه ها فرض کنید بعضی از خرافات ها و بدعت ها رو داره، به هر حال کافر نیست، مسلمانه و ارث میبره مثل بقیه. ولی اگر به ام المؤمنین عایشه تهمت فحشا بزند، این کفره، زیرا خداوند براءت ایشون رو در قرآن کریم نازل کرده است. و اگر معتقد باشه که امام ها شریک خدا هستند و در خود حضرت علی خدا هست و همینطوری که بعضی از آخونده گفتند خدا حضرت علی است که دنیا رو اداره میکنه، حضرت علی است که علم لدنی داره، حضرت علی است که خلاصه روزی میده، اگه معتقد این اعتقاد رو داره، این شرکه. و در نتیجه حالا بحث این که ایشون اشتباه کرده، راه غلط رو رفته، امر سوایی هست که حتما جای بحث داره، خودش بیاد بپرسه و جستجو کنه و تحقیق کنه از دینش و راه راستش رو پیدا کنه. بیننده عزیزی سوال کردن بیننده عزیزی گفته است که آیا به دارالقرآن ها یعنی در آنجا قرآن خوانده و تدریس می شود زکات تعلق می گیرد؟ به طور مطلق یک اصنافی که زکات بهشون تعلق می گیره فقیر هست، مسکین هست، کسی که درمانده است، یعنی مسافری که توشه راهش پولش تموم شده یا پولش رو گم کرده، خلاصه از شهر و دیار خودش دور و دسترسی نداره به اموال خودش، بهش زکات میرسه. به کسی که ورشکسته اقتصادی هست و قرضدار هست زکات میرسه، گرچه خیلی هم پولدار بوده باشه ولی الان شکست خورده قرضدار، زکات بهش میرسه. و همچنین کسی که عامل جمع‌آوری زکاته و فی سبیل الله هم بخشی از اون صنفی هستن که زکات بهشون تعلق میگیره. و همچنین مؤلفت القلوب که کسانی که تازه مسلمان شدن یا امید به مسلمان شدنشون هست میشه از زکات بهشون بدید. لذا بحث دارالقرآن ها برای ساختن ساختمان و اینجور مسائل زکات تعلق نمیگیره، نه به مسجد، نه به دارالقرآن، نه به مدرسه دینی، هیچ کدوم از اینها. ولی برای کسی که داره دعوت میده فی سبیل الله، داره مردم رو در دین آگاه میکنه، یکی هم از اونها همین دارالقرآن هست، میشه به اونهایی که معلم قرآنن، به کسانی که دین رو به مردم یاد میدن زکات بدید، چون دارن نشر دین خدا رو میکنن، دارن در راه خدا قدم برمیدارن. وقتی گفته میشه فی سبیل الله، یعنی فی اعلاء کلمت الله، یعنی اینکه در راه بلند شدن دین خدا و آگاهی مردم هست، به اینها میرسه. حالا اونایی که قدیم جهاد میکردن، یا هر وقتی جهاد باشه زکات به مجاهدین تعلق میگیره، یکی از اصناف زکات بگیرن. و نوعی از انواع جهاد هم جهاد به کلمه هست که خدا در قرآن کریم فرمود و جاهدهم به جهادا کبیرا، و با قرآن جهاد کن جهاد بزرگی، یعنی با نشر قرآن و آگاه کردن مردم از قرآن کریم. لذا نمیشه زکات رو به ساختمان سازی جهت مثلا مدرسه دینی، خونه برای نمیدونم مدرسین، برای دار و تحفیظ ساختن، مسجد ساختن، اینا هیچ کدوم زکات بهش تعلق نمیگیره. زکات به اونهایی تعلق میگیره که دارن تلاش میکنن برای نشر اسلام. سوال دیگه داشت، میگه اولین روز مریض شدن پیامبر علیه الصلاه و السلام همین روز چهارشنبه، بعضی ها چهارشنبه سیاه نامگذاری میکنن و در این روز 320,000 بلا نازل میشود و برای اینکه دفع بلا دو رکعت نماز در مسجد میخوانند، آیا این از شرعی دارد؟ اصلا چیزی به اسم روز سیاه و جمعه سیاه و
شنبه سیاه یا یک شنبه و چهار شنبه سیاه نداریم. این خرافات و بدعتی است که ساختند. البته من ندیدم در کتابی اصلا کسی این رو بگه. حالا ایشون از کجا این رو نقل میکنند هم نگفتند. و اینکه 320 بلا، اینا حرفای بیخودیه که درست کردن. بلا همیشه هست و لحظه‌ای و روز شما رو همه روز هست بلا، ولی اینکه در اون روز 300 نمیدونم چند تا بلا نازل میشه، هیچ دلیلی بر این حرفا وجود نداره. روزی که پیامبر علیه الصلاه و السلام رحلت فرمودند و وفات کردند، روزی مثل بقیه روزهای دیگه، و لذا هیچ نه مناسبت خاصی در این روز اتفاق میفته، نه عبادت خاصی وجود داره، نه بلای خاصی نازل میشه، نه هیچ نوع خصوصیتی نداره، بجز اینکه روزی است که رسول الله علیه الصلاه و السلام این دار فانی را وداع گفتند. بیننده عزیزی گفتن میگن ایشون گفتن سلام علیکم استاد محترم، آیه 7 سوره کف آیتین، نمیدونم چه آیتین، 7 میفرماید لنبلوکم لنبلوا، تا بیازماییم، و در آیه 12 میفرماید لنعلم، تا اینکه بدانیم. مگر نمیداند که میفرماید تا بدانیم، یا اینکه مگر نمیشناسد بنده اش را که بفرماید تا بیازماییم. ببینید در بعضی نیست که خداوند، علم خداوند محیط است، از اول و از ازل بوده است، قبل از اینکه ما رو بیافریند، قبل از اینکه خلقت رو اصلا خلق کند، خداوند میدونسته است که تا آخر چه اتفاقی میفتد و میداند. و اما آزمایش کردن، دنیا رو دار آزمایش قرار داده است، نه اینکه نمیشناسد، بلکه این دنیا دار آزمایش، ما در این دنیا مورد آزمایش، ابتلا به معنی آزمایش بد نیست که شما فکر میکنید ابتلا یعنی آزمایش بد، ابتلا هم خوبه هم بده، یعنی هر چیزی که در این دنیا اتفاق میفتد ابتلاست. خداوند در قرآن کریم فرمود نبلو بعضکم ببعض، بعضی از شما رو بعضی دیگه میازماییم، ما همه به هم دیگه، یا در آیه دیگه فرمود و جعل بعضکم لبعض فتنتن اتصبرون، بعضی از شما رو فتنه بعضی دیگه تون قرار دارید. و لذا مبتلا شدن و از لحظه ای که به دنیا می مبتلاییم، قبل ما پدر و مادرمون مبتلا شدن، پدر و مادری که با هم ازدواج میکنن مبتلای به همن، یعنی زن و شوهر به هم دیگه مورد آزمایش قرار میگیرن، کارهای درست با هم دیگه برخورد میکنن، رفتارشون با هم درسته، ما باید به این دید نگاه کنیم. و همه انسان هایی که در کنار هم قرار میگیرن وسیله آزمایش هم دیگرن، و لذا شما میری با کسی ازدواج میکنی، خدا تو رو میآزماید، حق همسرتو ادا میکنی، با حسن خلق رفتار میکنی، گذشت داری، اونو تشویق میکنی بر عبادت و طاعت، آیا باعث میشی که شخصیت اون رو داغون کنی، یا باعث میشی رشد بدی به شخصیتش؟ بعضی وقتا وقتی دو تا انسان مناسب کنار هم قرار میگیرن و حق همدیگر رو ادا میکنن و به همدیگه کمک میکنن در رشد کردن، زن و شوهر به جای خیلی عالی میرسن، فرزندهای خوبی رو تربیت میکنن. وقتی که زنی حامله هست، آیا حق اون فرزند رو در شکمش ادا میکنه؟ آیا اون همسرش کاری میکنه که این زن در این شرایطی که قرار داره واقعا همه شرایط روانی و نفسی و بقیهش رو در نظر میگیره، امکاناتش رو براش فراهم میکنه، یا نه اصلا هیچ در نظر نمیگیره، همین که اومد خونه کلا اون رو مورد خلاصه طعن و حرفای ناپسند و هر چی که دوست داره میزنه. و تنها اینم نیست، خیلی وقتا هست که پیامبر علیه الصلاه و السلام فرمود یکی از شما گاهن یه حرفی رو میزنه، لا یلقی لها بال، یتکلم بکلمه لا یلقی لها بال، یه حرفی میزنه خودش هیچ براش اهمیتی قائل نیست، برای این حرفش فکر نمیکنه حرف بدی زده،
فکر نمیکنه، اصلا اینقدر فکر میکنه کوچیکه، اهمیت نداره براش این حرف، اصلا بهش فکر نمیکنه، استغفر الله هم بعدش نمیگه یا نمیره از طرف عذرخواهی کنه. به خاطر همین کلمه یلقا فی نار جهنم 70 خریفا، به عمق 70 سال در جهنم خواهد بود، یا به مدت 70 سال. کلمه ای رو میگه که اون کلمه خدا ازش ناراضیه. شما گاه وقتی با یک حرف یک انسان رو نابود میکنی، شخصیتش رو خرد میکنی، یا یک کلمه ای رو میگی که در مسئله ایمان و اعتقاد و باور هست، داری شوخی میکنی، فکر میکنی شوخی کردی، ولی همون شوخی تو گناه بزرگیست. لذا ما به کلمه هامون مبتلاییم، ما به حرف زدنمون مبتلاییم، به شوخی کردنمون مبتلاییم، به تمام حرکات و سکناتمون. شما مبتلا هستید به همسایتون، همسایتون به شما، به دوستتون، به گوشی تلفنی که دستتونه، به ارتباطاتی که به دیگران میگیرید. چقدر خوب میکنید یا چقدر بد میکنید؟ و این ابتلا برای این نیست که خدا نمیدونه، بلکه خداوند عادل هست. اگر روز قیامت شما مؤاخذه شدید به خاطر اون حرفایی که زدید، نگید خدا وقتی شما رو انداخت جهنم، نگید که خب چرا انداختی جهنم. خداوند در قرآن کریم میفرماید که تا حجتی بر خداوند نداشته باشند، فردا نگن که ما دلیلمون اینه که اگه چرا جهنم انداختی، شما این کارا رو کردی که جهنم مستحق جهنمی، حالا یا این کارا رو کردید که مستحق بهشتید. بیننده عزیز گفتن سلام علیکم، امید داره صحت باشید، میشه درباره طلاق معلومات دهید لطفا؟ لطف کرده سوال من رو جواب دهید. طلاق یکی از مسائل بسیار مهمیه که سوال زیادی هم ازش میاد و یکی از مسائل متاسفانه در یک اون اموری که در بحث طلاق هست رو دچار بعضی از کج فهمی ها شده، یا دچار بعضی از اجتهاداتی شاید برای یک زمانی مناسب بوده، الان نیاز به تجدید نظر و برگشتن به اون چیزی است که در قرآن کریم و در سنت پیامبر علیه الصلاه و السلام و صحابه بوده است، نیاز به این داره. ببینید طلاق یعنی چی؟ طلاق یعنی آزاد کردن و رها کردن. وقتی که مردی زنشو طلاق میده، یعنی اونو آزاد میکنه، رها میکنه، دیگه در قید و بند همسرش نیست و تموم شده. بین این دوتا دیگه هیچ ارتباطی وجود نداره. این زمانیه که واقعا این طلاق برای این ساخته شده. خداوند در قرآن کریم اگه گفته طلاق، بگه اگه یکی از شما خواستید زنتون رو طلاق بدید، نمیگه همینطوری اگه از دهنتون در رفت، اگه خواستی قسم بخوری قسم خوردی به طلاق هم میفته، اگه عصبانی بودی، خیلی شدید عصبانی بودی، طلاق میفته. این چیزا رو خدا نفرموده. در قرآن کریم، در سنت پیامبر بحث از یک طلاق واقعیه، یعنی زن و مردی یا مردی به این نتیجه رسیده است که دیگه نمیخواد با این زن زندگی کنه، یا زنی به این نتیجه رسیده که نمیخواد با این مرد زندگی کنه، میره درخواست طلاق میده یا درخواست خلع میده. این خود کیف، این که اصلا طلاق چه معنی میده. و در شرع 3 تا طلاق وجود داره، یعنی 3 مرحله هست. خدا در قرآن کریم فرمود الطلاق مرتان فامساكم بمعروف او تصريح باحسان، طلاق دوباره، یا اینکه با احسان و خوبی زن تو برمیگردونی، یا اینکه اون رو آزاد میکنی به خوبی و به لطف، اون رو رها میکنی که بره. امساکن به معروف او تصریحون به احسان، یا به خوبی اون رو نگهش میداری، یا اون رو آزاد و رها میکنی که به خوبی، به احسان، به نیکوکاری، بدون اینکه ظلمی بهش بکنی. در قرآن کریم طلاق رو اینجوری قرار داده است که یک بار زنش رو طلاق میده، بعد از طلاق عده هست، 3 بار باید این زن عادت بشه و پاک بشه. این عده برای این گذاشته شده که این دوتا فرصت داشته باشن دوباره فکر کنن، شاید بخوان با هم زندگی کنن.
بر این گذاشته نشده که شما یک بار همه رو تموم کنید. یک طلاق رو دادی، صبر میکنید، بعد از عده یا بر میگردید در فاصله عده به هم دیگه، طلاق رجعیه، زیرا که طلاق اول رجعی هست. بعد طلاق دوم رو میگی، اینم باز رجعیه، مدت عده رو داری که شاید بتونید مصالحه کنید و به هم برگردید و متوجه اشتباه خودتون بشید. طلاق سوم که اومد، اون دیگه قابل برگشت نیست و طلاق واقع میشه. حالا اون چیزی که وجود داره، ببینید چند تا نکته رو بهتون بگم. اولا طلاق ثلاثه به یک لفظ گفته بشود، بدعت به اتفاق همه علما، و در روایتی هم اومده وقتی کسی گفت که زنش رو سه طلاقه کرد به یک لفظ، اون در اون روایت میگه پیامبر میفرماید آیا به دین خدا استهزا میکنید در حالی که من در میان شما هستم؟ یعنی چرا این کارو میگید؟ در قرآن نیومده شما سه طلاق رو به یک لفظ بگی یا در یک جلسه بگی. و اون حدیث رکانه معروفه که پیامبر اونو برگردون گفت که تا عدهش تموم بشه، بعد طلاق دوم بعد عده داره، بعد طلاق سوم از هم جدا میشه. مگه اینکه توافق کنن دو طرف دیگه به این نتیجه رسیدن نمیخوان ادامه بدن؟ توافق میکنن، طلاق میده، طلاق یک طلاق میده، این یک طلاق رو تا عده، تا زمانی که عده از این زن صبر میکنه، اگه مرد این زن رو نخواست و از عده خارج شد دیگه تموم شده، تبدیل میشه به با این نمیخواد دیگه برگردن به هم دیگه، مگه این که با عقد جدید و مهر جدید که اون هم شرایط خودش داره. اما طلاق ثلاثه به یک لفظ بدعته، یعنی گناهه، یعنی امری است که احداث شده و پیامبر هم فرمود که من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هر چیزی رو کسی در دین احداث کنه که از جمله دین نیست مردوده. و اما این یک مطلب. مطلب دوم، اگه زن تو طلاق بدید در حالی که زن در عادت ماهانه هست، اینم بدعت، نباید در وقت عادت ماهانش طلاقش بدید، اینم بدعت و گناهه. چرا؟ چون در اون شرایط، چه بسا شرایط روحی و روانی این زن آمادگی این رو نداشته باشه، یا در شرایط روحی هست که امکان داره رفتار بدی ازش سر بزنه نسبت به همسرش و این همسر هم بلند بشه بخواد اون رو طلاق بده. این بدعت، حق نداری در اون وقت طلاق بدی، بذار زمان بگذره پاک بشه. خواستی طلاق بدی، با فکر طلاق بده، عاقلانه طلاق بده که دیگه تصمیم درستی گرفته باشه. باز هم بدعته اگه زنتو طلاق بدی در حالی که زنت پاکه، در عادت ماهانه نیست، پاک شده، ولی تو باش هم بستر شدی در همین مدت. اگر در همین طهر، در همین پاکی با زنت همسه هم بستر شدی، اینم بدعت به اتفاق علما. ببینید چقدر محدود شده بحث طلاق. ولذا در زمان رسول الله علیه السلام طلاق ثلاثه به یک لفظ یک طلاق بوده، یا در یک جلسه یک طلاق حساب شده. در زمان ابوبکر صدیق رضی الله عنه همچنین، در زمان اوائل میگن دو سال از خلافت حضرت عمر همچنین بوده. در زمان حضرت عمر انتشار پیدا میکنه که مردم دارن هی میگن به طلاق ثلاثه، یعنی در یک جلسه طلاق ثلاثه رو میگن، سه طلاق رو. حضرت عمر تهدید میکنه، میگه هر کسی از این به بعد این کار رو بکنه، سه طلاق رو بگه به یک لفظ یا در یک جلسه، ما همون ستا رو حساب میکنیم، دیگه مثل زمان حضرت رسول و زمان حضرت ابوبکر این کار رو نمیکنیم، هر سه رو سه حساب میکنیم. این یک تهدیده، یک فتوای فقهی نیست، یک اجتهاد فقهی نیست، یک اجتهاد سیاسی اجتماعیه. به عنوان خلیفه میخواد جلوی این افسار گسیختگی رو بگیره که هر کسی بلند میشه و داره این کار رو میکنه. و در اون زمان مردم نمیخواستن که اینطور بشه، میگفتن ولی بعدش هم پشیمون میشدن و باز یک طلاق حساب میشد. چون یک طلاق حساب میشد، حضرت عمر تهدید کرد. این در صحیح بخاری اومده و روایت ابن عباس هست، یا در صحیح مسلم. و پس در زمان پیامبر این گونه بوده. اما در اجتهادات فقهی فقها اومدن طلاق ثلاثه به یک لفظ رو متاسفانه سه طلاق حساب کرده، و این برداشتشون این بوده از گفتار حضرت عمر
که این یک اجتهاد فقهیه و به عنوان اجتهاد فقهی قبول کردن، گفتن حضرت عمر این حرفو زده، صحابه هم سکوت کردن، در نتیجه اجماع سکوتی صورت گرفته، در حالی که یک مورد وجود نداره که در زمان حضرت عمر کسی اومده باشه طلاق ثلاثه رو به یک لفظ گفته باشه و حضرت عمر سه تا براش حساب کرده باشه. عملا وجود نداره. اون یک تهدید وجود داره ولی عملا شما یک مورد رو نمیارید. موضوع بعدی که درباره طلاق هست و ایشون و شما هم شاید بخواید بدونید اینه که آیا طلاق کسی که عصبانی میفته، گفتن طلاق در وقت عصبانیت، اگر عصبانیت غیر قابل کنترل باشه، غیر قابل کنترل باشه، یک شخصی کنترلش رو از دست داده طلاق میگه، این طلاق نیست، طلاق واقع نمیشه چون غیر قابل کنترل، چون اصلا فکرش قفل کرده. و در روایت هم هست که لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق، اغلاق یعنی قفل شدن فکر طرف، قفل شده. بعضی گفتن معناهای دیگری از اغلاق رو گرفتن ولی به خاطر اینکه خیلی توضیح بیشتر ندم همین کافی. قسم به طلاق آیا طلاقه؟ کسی مثلا طلاق نمیخواد بده، بل فقط اصلا ربطی نداره به زنش، یه اتفاقی میفته نه بین زن و شوهر بلکه بین مرد، یعنی این شوهر با همسایش، با پدرش، با مادرش، با برادرش، تو بازار در وقت خرید داره اختلاف نظر داره با یکی دیگه، به خاطر اینکه بگه من راست میگم، میگه زنم سه طلاق باشه مثلا، این اینطوری نیست یا اینطوری هست، یا من بد نمیفروشم یا بد میفروشم، یا نمیام خوند یا میام خون، خیلی از اینها، اینا معنای قسم داره، معنای طلاق نداره، چون طرف هدفش این نیست که زنش رو طلاق بده، هدف اصلیش اینه طرف مقابل رو مثل یک قسم، طرف مقابل رو وادار کنه به اینکه کاری رو انجام بده یا وادارش کنه به اینکه کار رو انجام نده. مثل اینکه به کسی بگی به خدا اینطوریه، یا به خدا میام خوند یا به خدا نمیام خوند، شما دارید چیکار میکنید با این قسم؟ دارید تأکید میکنید که مطمئنا نمیای خونش یا میای خونش. با قسم همین رو میکنید، در طلاق هم همین معنا رو داره، اون طلاقی که به این شیوه هست. ولی همین طلاق رو هم، قسم به طلاق رو هم فقها، جمهور فقها میگن واقع میشه. ولی خب ابن القیم ابن تیمیه رحمهم الله میگن که واقع نمیشه اگه معنی قسمه، طلاق باید به معنی طلاق باشه. فکر میکنم این اندازه کافیه درباره طلاق. بیننده عزیزی گفتن سلام علیکم استاد عزیز و سوالشون رو نفرستادن. اما یک بیننده عزیزی گفتن سلام، نظر شما در مورد زمین های موقوفه چیست؟ چون در شهر ما با این زمین ها معامله می کنند و خانه سازی هم در این زمین ها صورت می گیرد. من همیشه به برادرم میگویم که نباید به این زمینم معامله کنی، اون با من دعوا میکند. ببینید زمینایی که موقوفه است، یعنی وقف جای خاصی شده، مسئولیتی دارن کسانی که مسئول این وقفن، وظیفه دارن تصمیم درست رو درباره اون زمینهای وقفی بگیرن. اگه خواستن اونا رو بفروشن باید حتما تبدیل کنن به چیزی که بهتر از اونه. الان این زمین موقوفه چه فایده ای برای، فرض کنید زمینی هست وقف مسجده، این زمین وقف شده برای مسجد ولی هیچ استفاده ازش نمیشه، این رو اگر بخوان مثلا بفروشن تبدیل کنن به یک مغازه و این مغازه مثلا فرض کنید ماهانه اجاره میده، درآمدی براش داره و یک چیز خوب بهتریه، اگه مثال عرض میکنم، شاید مثال دیگری شما بگید نه این بهتر نیست، باید شما اون کسی که مشرف بر وقفه این رو تشخیص بده، اگه شخصه، اگه کمیته ای هست، اگر وزارت اوقاف، اینو باید تشخیص بدن که بله این تصمیمی که ما میگیریم درباره این وقف بهتر است، این ارزشش و اهمیتش برای اون جهتی که وقف براش انجام شده
این بهتر. در این صورت جایزه اگه بفروشن، اگه معامله بشه، مادامی که اونا تشخیصشون به اینه و فکر میکنن این درسته، به شرطی که خودشون برای خودشون تصمیم نگیرن که هدفشون باشه خودشون استفاده کنن، بلکه هدف اصلی مصلحت جهتی که براش وقف شده رو در نظر بگیرن، در این صورت جایزه. در غیر این صورت اگر بخوان سوء استفاده کنن یا همینطوری بدون هیچ مصلحت و خیری این زمین ها رو از مساجد و از مدارس دینی که وقف شده بگیرن و صرف کارهایی بکنن که بدتر از اونه، نه خیر، جایز نیست تصرفی که منفعتی برای جهت وقف شده نگرفته باشند. میگه سلام استاد، سوالی داشتم، آیا فردی که فوت شده موقعی که به قبرستان میریم و برایش فاتحه میخوانیم متوجه آماده ما میشه یا نه؟ یعنی آمدن ما، آیا روح ما بعد از فوت در قبر هست یا در عالم برزخ؟ اگر روح در عالم برزخ هست، پس برای چی عذاب قبر وجود دارد؟ اما سوال اولشون، ببینید اینکه آیا میت، شما اگر به اولا سوال دومتون رو جواب میدم تا سوال اول فهمیدید، یعنی فهمش راحت تر باشه. هر انسانی که از این دنیا فوت میکنه به عالم برزخ منتقل میشه. برخی از فقها گفتن که لحظه اولی که در قبر گذاشته میشه بعد روح به جسد برمیگرده و سوال نکیر و منکر وجود داره و فشار قبر و این مسائلی که هست. برخی هم گفتن نه، مستقیما به عالم برزخه، همه اتفاقاتی که برای مرده بعد از مرگش میفته در عالم برزخ اتفاق میفته. اینکه باغش قبل قبرش تبدیل میشه به باقی از باغهای بهشت، مقصود اون قبر خاکی نیست. شما اگر بعد مدتی بیاید قبر رو هم بشکافید، باز هم یا یه جسد متحلل شده رو میبینید، یا استخوان میبینید، یا کرم و خلاصه موجودات دیگه میبینی که مشغول استفاده از جسد اون مرده هستند. لذا هر اتفاقی که میفته در عالم برزخ هست، هم نعمتی که ازش برخوردارن اونایی که مستحق نعمتن، هم عذابی که وجود داره در عالم برزخ هست و برای روح هست نه جسد. در عالم برزخ روح انسان هست که لذت میبره یا در عذاب هست، اما در قیامت هم روح هست هم جسد. جسدها دوباره زنده می شوند، روحها دوباره در جسدها می روند، و اما در عالم برزخ، یعنی از لحظه مرگ تا قیامت، همه امور و اتفاق، همه لذتها، همه خوشیها، همه عذابها در عالم برزخ اتفاق می افتد و فقط برای روح هست. با این جواب این سوالتون، بس این که شما فاتحه می فرستید، برخی گفتن آگاه میشن، ولی معنیش این نیست که اونا در داخل قبرن، همونجا هستن، جسمشون اونجاست که متوجه بشن شما دارید رفتید براشون مثلا دعا کنید، بلکه ملائکه هستن که دعاهای شما رو به اونها میرسونن. بعضی هم میگن متوجه میشن اونایی که فوت کردن، اموات متوجه حضور کسانی که میرن براشون دعا میکنن میشوند، ولی دلیلش دلیل قوی اون رو تایید نمیکنه. اما دلیل قوی وجود داره که هر وقتی که کسی برای مرده دعا کند، حالا چه در خونه خودش دعا کند یا بره سر قبرش براش دعا کند، ملائکه به اون این رو میرسونن و اون در همون لحظه بهرمند میشود از نعمتها و خوشیها و فراخی که سوال میکنه این فراخی و خوشی من از چی هست؟ میگن این فلانی برای تو دعا کرده است. این ثابت است در احادیث. سود میخوره نون عجو هم سینی همین رو بخشیم که بزی بره.
اما سوال اولشون کسی که زکات میگیره، اگه مستحق زکاته، زکات گرفته، زکات برای اون حلاله و برای هر کسی هم مهمان اون خونه بشه غذاش حلاله، اون حقش زکات، زکات حق مسکینه، مال خودشه. شما فکر نکنید اگر زکات دادید به کسی بهش یعنی فضلی برش دارید، نه، اون حقشه. خدا آن فرموده است حق معلوم للسائل والمحروم، حق معلومی وجود داره، یعنی حق فقیر برگردن ما هست. در زکاتی که ما میدیم حق خودشون رو بهشون میدیم، در نتیجه هم حلالشون هست، هم حق خودشون هست، هم این که هر مهمانی هم براشون بیاد از اون غذاش بخورن حلال هست و هیچ ایراد و اشکالی درش نیست. اما سوال دومشون در مورد اگه که بدونید یک کسی داره ربا میخوره، نزول خار هست، نزول میگیره، آیا رفتن خونش، خوردن غذا از اون خونه حلال هست یا نه؟ اگر اون شخص هر چی داره، همه درآمدش همش نزوله، اگه چنین کسی هست که یک ذره حلال نداره، همش نزوله، این خوردن غذاشون حرامه، نباید غذاشون رو بخورید، زیرا که کل هر چی داره حرامه، از حرام به وجود اومده. ولی اگه کسی هست درآمدهای متنوع و مختلف داره، ببینید مثلا 10 تا مغازه داره اجاره داده، نمیدونم زمین کشاورزی داره، کشاورزی میکنه و از این جهت دیگه هم نزولم میگیره، در این صورت جایزه برید خونهشون غذاشون رو بخورید، چون حلال و حرام با هم مخلوطه، شما نمیتونید اینها رو از هم دیگه جدا کنید. و در صورتی که عرض کردم کسی هم درآمد حلال داره هم درآمد حرام داره، هر دوش هست، میتونید غذاشو بخورید، زیرا که شما بر این فرض بگیرید که شما دارید در بخش حلالش بخورید. به انتهای برنامه امروز رسیدیم، تا برنامه دیگر، فرصت دیگر، همه شما عزیزان رو خدا بزرگ می‌سپارم. صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.